میخوایم بازیکنای حریفو بدزدیم. با این ترکیب مزخرف 10 تا بازی انجام میدیم و اگه بتونیم یکی از این 4 تا چالش رو توی هر بازی انجام بدیم، یک بازیکن دیگه به دلخواه خودمون از حریف میدزدیم. به نظرتون میتونیم توی 10 تا بازی 11 نفر از بازیکنای حریفو بدزدیم؟ اولین حریف کسی نیست جز دیویژن 9. هالا لا لا. امید شرقسی در مقابل یونان. ترکیب ما که اینجوری شد شما دیدین، اما ترکیب حریف که میخوایم بدزدیم شت. آشغال بازیکناش. آشغال بجز رونالدو و مسی. و دلیخت. از اونجایی که احتمال داره ما ایشون رو ببریم و دروازه‌بان بهمون میافته، برای همین باید سعی کنیم یکی از اون 4 تا چالش که اول ویدیو گفتم انجام بدیم تا بتونیم یه بازیکن دیگه هم گردونه رو بچرخونیم. اگه دروازه‌بان افتاد حداقل بتونیم یه بازیکن دیگه بگیریم. آخر بازی همه بازیکناتو میدازم. آخر بازی دو تا بازیکناتو میدازم. خودت هم خبر نداری. برو ببینم. خاک سرت به اون پاس زایسکا. ارسال کن. ارسال روی تیر دوم توی دروازه است. گل. سرور همه سانکشا. وای ببین مسی تو بدوزم. یه مسی 102 دارم میارم توی ترکیبم. برو ببینم. برو بده کابانی بزن بره تو گل. بیا برا. ببین انصراف بده. کلینشیتم اضافه میشه. انصراف ندادی، عجب آدمی هستی. بده همین بر شوت کن. ساکا شوت. واگ. برو بده تارزان. آقای تارزان تیر دو بزن. ریباندو شوت کنین. چقدر دلم میخواد الان یه دونه شوت بکنم. استرلینگ شوت. هر آجی اینو گلش کنیم بریم. خدا وکیلی خدا وکیلی دیگه باید انصراف بدی. خدا وکیلی من 3 تا میخوردم تو دقیقه 20 مثل تو انصراف میدادم، سنگین تر بودم. های بابا خطا بگیر. گم شو. بیا برو 4 رو میتونم بخور. بیا برو ببینم. بابا 4 تا تو خوردی، من 100% کلینشیتو میکنم. انصراف بده تو رو جان پدرت. جان بخور بده ببینم. ریباندو بزن. خدای برو بیرون. ماجی نمیره بیرون. فکر کنم بلد نیست اصلا لف بده. دوست عزیز برو بیرون، تو رو پدرت دیگه. آفرین انصراف داد. باریکلا. پس بازی رو 5 بار هیچ میبری. باید دو گردون رو چرخونیم. یه دونه به خاطر کلینشیت، یه دونه به خاطر برد. پس اولین گردون رو چرخونیم و وو نه وو دروازه‌بان. از اونجایی که دروازه‌بان تیم حریف رو خودمون هم داشتیم، پس دروازه‌بان کنسله. وای تو رو خود دوباره دروازه‌بان نیافتاد. ناموسن دوباره نه وایسا. مهاجم تیم حریف لیونل مسی بود. پس دقیقاً هم بازیکن برای خودمون مهاجم قرار دادی. با دستانی پر و مسی که گرفتیم به سمت بازی دوم میرویم. حریف بعدی پیدا میشه از دیویژن 9 باز دوباره کالاتو سارای. ترکیب اون اینجوری شده، مسی هم اضافه شده و ترکیب حریف که باید بدوزیم ازش بازی کنه چون کسی نیست جز جان. نیمار مهاجمشه. توی هافبکاش گزینه اصلا مناسبی نداریم، یعنی هیچ گزینه‌ای نداریم تو هافبکاش. توی دفاعش ولی راموس و دلیخت رو من میخوام. حواسمون باید باشه ما باید بتونیم اینا که یه مقدار ضعیف‌ترن و جلاشون کلینشیت کنیم که بتونیم دو تا بازیکن بیاریم تو. تو بره بخیر. بالاخره به آقا مسی میرسه. آقا مسی که تازه وارد شده به تیم ما، لیونل مسی اومده برای کمک به تیم. پاس به اون سمت رفتیم و سی ارسال روی تیر دوم بزنید. بده من بده عقب بشو. وای این پاس بده بیرون. پاس بده بیرون بشوت بره تو گل. نه چه جوری اون رو زدی بیرون. اشتباه پاس دیوست عزیز و من تک به تک میشم و یه دونه شوت میکنم. نه بده مسی برو بده کابانی مسی. این مر خالیه. بزن شوتو بزن. توی بابا مگه میشه؟ چقدر تو خنگی. بابا بیا برو گلش کن. خدا وکیلی دیگه نمیذارم تو بزنی. بده وسط. بزن خودت. باره کلا توی گل. بابا بده مسی. آفساید نیست. هاش اینجا رو نگاه کن. چجوری گلش میکنه مسی توی دروازه. ببین اگه دفاعشو میافته 100% یا راموسو میدازم یا دلیخت، چون دفاع چپ و راست فعلا نمیخوام. بابا این دیوونه است. کی پاس میده اونجا به بازیکنش؟ آقا نه کن. و فرما گل خوردی. بده وسط. شوت کن. چالان بزن دیگه بابا. برو جلو. پاس بده همونو. حاجی یارو میخواد لف بده. مطمئنه. پنالتیه. دیگه هیچ، تمام گله. 100% گله. توی دروازه بان. دوست از اینجا فیفا نیستش اینجوری کنی بعدش بتونی همه جا بپری. اینجا رو شما نکن. یه دونه میدی عقب میدی ها. میخوام برم همینجوری گل بزنم. نکن شما اینجا رو نکن شما. این گله
بابا بیا بارا دیگه پنجم میشم خوری بیا بارا. خدا وکیلی من جای تو بودم لفت میادم استوپده اون دکمه پایین چقدر شبیه مسی. بابا بیا برو شیشتا خوردی بیا برو. میشه بری خواهشن بابا دست بردار بزن ازم یه کاتدار بزنم یا برو بیرون دیگه بیا برو بیرون هفته خوردی بیا برو بیرون دیگه. درود خدا بر تو. این بازی هم هفتش میبریم و به دیویژن هفت میریم. این بارم چون هم کلینشیت کردیم و بردیم دو بار گردون رو چر کنیم. نه دروازبان نه بابا دروازبان نه دروازبان نه. وای ریدی هافبکش آشغال بود. از هافبک های حریف برونو رو دوزیدیم و برای خودمون وارد ترکیبش کردیم. این بار هم با دستانی پر و هافبکی که گرفتیم به سمت بازی سوم میرویم. حریف بعدی پیدا میشه دیویژن 8. 2900 از ما 300 تا قوی تره. ترکیب ما اینجوری شده شیرون دی ام اف 96 آوردیم توی تیم اما ترکیب حریف جان از مهاجماش قطعا رونالدو رو میدوزم، از هافبکش گوندوگان رو میدوزم، از دفاعش سالیبا. آی حاجی بازیکن‌ها این خوبه 4 تا مهاجم گذاشته. احساس میکنم که از این گل می‌خوریم ولی باید ببریمش. بده عمر نه خیلی خوب ببینم بازیکن جدیدی که آوردیم اینم چه غلطی میکنه. ببین توپ رو ندی بهشون ها توپ رو ندی بهشون ندی بهشون توپ رو بگیرش بده مسی بره. آقا مسی میده اونجا کاوانی پنالتی پنالتی. ببین من میخوام این نفر رو ریسک کنم و بذارم اینجا دقیقا گوش و امیدوارم که فقط گل بشه. داره میگه همون ور بزن کثافت بگیرش. نه خیلی گوشه زدم. نده اون ور اغلو بابا از دست نده توپ رو بگیر از ساکا بار کلا کاتو بده بخوره توی دروازه. چه کم داشته باشی بهت گل میذارم با ساکای 82. بدون بر کاوانی. بابا کاوانی مگه نیستی تو؟ چرا داری اینجوری بازی میکنی؟ بابا برو ساکا گازشو بگی نرسه بهت. گازشو بگی مورب بده بیرون. نه بده بره مسی بده کاتو مسی توی دروازه دو بر هیچ. چت بدون بر بده بزن کاوانی بزن. چی داره وحشی بازی میکنه یارو. میخواد کامبک بزنه. آره زرش حتما کامبک میزنی. بیا برگام شو یورگنار. ارسال کن به مسی. آقای محترم آروم بازی کن. اینجا نکن. آها آجی این داره بازیکنش میبره اون تو. خوب میگیری دارم چی میگم. احتمال اینکه اونجا گل بشه گل نشه زیاده ولی من میزنم. جون وای چه جوری در آوردش اونجا رو. بدون بر پاسر بده ساکا بودو 4-3 بزنیم ما. یه دریبل زیبا ساکا دروازه خالیه میزنه و توی دروازه. چک جان زود اومدی جلو. حس خوبیه کلین شیت و حس خوبیه که حریف وایساده بود دفاع نمیکنه و کاوانی میره واسه چهارمی. بگیر ازش چوبشو. وای بعد بخشیم واجی الان میره. بده بعد دروازه بان خاک. آقا یعنی چی؟ داره میکشه بازی کنه منو. مرد سکت رو ساکا مصدوم اجباری شد. وای دهن تو سرویس نمیدونم کیو بیارم. بابا همین سانچز 80 رو میارم. به خدا بعد انصراف بدی. به خدا انصراف میده. و بازی رو 3 بر هیچ میبریم. این بار هم به خاطر کلین شیت و بردی که بعد از آوردیم دو بار گرونه رو میچرخونیم. تو رو خدا دروازمون نیافتاد. پس دوباره گرونه رو چرخون تا شانس دومش رو امتحان کنه. وای شانس آوردم. مهاجم. پس از تیم حریف بهترین مهاجمش یعنی رونالدو رو دزدیدیم و واسه خودمون توی ترکیب اصلی قرار دادیم. این بار هم با دستانی پر و کریستیانو رونالدو به سمت بازی 4 رو میرویم. حریف بعدیمون دیویژن 7 علی ساری 3000. این بازی میبازیم. بله همینطوری که ما شروع میکنید رونالدوی 97 رو اضافه کردیم واسه ترکیبمون و ترکیب حریف. شت ترکیب حریف خیلی خوبه. همه بازیکناشو اکثرا دارم. دروازه ما میفته میتونیم بیاریم. همه دفاعشو میتونیم بیاریم. هافبک ها همه رو میتونیم بیاریم بجز 99 لژندی که داره اونو نمیتونیم بیاریم. همه رو بقیه رو میتونیم بیاریم. این خیلی چغره. این اصلا بابا این اصلا دیگه از چغرم گذشته. ولی دریبل میکنم. بگیش جو سر رونالدو. وای دفاعمون اصلا خوب نیست. بگیرش. نره ها. فوک بگی دروازه بان. تا الان شانسمون خیلی بد بوده با اینکه 3 تا بازی هر کدوم 2 تا بازیکن گرفتیم ولی انقدر شانسمون بد بوده که هر بار دروازه بان افتاده کثافت. نرو تو باش. دفش کن اونوری دف کن. چقدر خنگی. بده من اشرف. مسی شوتش کن. مسی شوت. چه گلی میزنم. لئونل آنکارا مسی. ای بد پاس میدی خدا شاهد. پاس بده برو رونالدو. برو دیگه استارت بزن. این واسه من نمیذارم بره. پاس میده. اوه بگی او کاچا. نه بعد چپ خالی میکردی آقای حکیم خان. نه وو
فلان چیز پر. وضعیتون خیلی بد شد. سانچز رو باید بیارم اینجوری ساکا چاره ای نیست. این سانچز الان بابا درست حساب کن اولاق. وای 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 ارسالش کن ارسالش کن. بزن تو رو خدا. تو رو خدا مسی. برو کاوانی. کاوانی پاسش بده رونالدو. رونالدو بزن برای سکوت. گامشو ببینم. من هر جور شده بازیکناتو میدازم. هر جور شده حتی یکی هم شده میدازم. وای نخور. گفتم گل خوردیم تمومه کارمون. دفع کنین. نه بعد بخوریم. وای رونالدو برو. رونالدو بده کاوانی. تمام میشه کار میبرمت. اما فقط یک بازیکن میتونیم بیاریم. پس تنها شانسش رو امتحان کرد. وای دفاع میافته. پس بدون اجازه وارد ترکیب حریف شدیم و بهترین دفاعش رو برای خودمون دزدیدیم. این بار هم با دستانی پر به سمت بازی پنجم میرویم. حریف بعدی پیدا میشه دیویژن 6 3000. چی ترکیب ما اینجوری شد. لوکاس هرناندز رو براشم آوردم توی دفاع گذاشتم بخاطر اینکه دلیختم خیلی خوب نبود. ترکیب حریف. اینو میگن ترکیب. ببین همه چیزایی که داره خوبه، فقط اینکه داوید دخار من فکر کنم ما نداریم. این بازی به شدت سنگینه چون تیم حریف واقعا خیلی اوورالش بالاست. آقا کاوانی توپ رو گرفته به لیونل مسی میرسونه. لیونل مسی یه اونجا توپ گیری میکنه، میره واسه پاس رو بیرون به رونالدو توی دروازه است. رونالدو. اینه وقتی که مسی و رونالدو یار میشن اینجوری کارو در میارن. قربونت برم جان چه سوبی از لیونل مسی قهار. ارسال روی سر رونالدو. نمیتونیم. بکش رونالدو بزن. کاوانی شوت توی دروازه. تارزان زمانه. جانم ساکا لو نده. حالا نشست خیلی قویه. نرو. وای دوتاتون رفتین. وای بیا بیا اینور. نه اومد دروازه خالیه. وای آجی اینجا به نظرت گل میشه شوت کنیم؟ قطعا نمیشه. پس ما بریم تو. بعد یه دبل تاچ اینجا میزنی. های به خدا پنالتی. بزن رونالدو گلش کنی. رونالدو نه. نره بیرون. مسی نره بیرون. بده مسی. مسی بیا وسط. ای حکیم بریم. وا حکیم نره ها. حکیم بیا عقب. نرو الان میده. خب وای چه انکاری شد. بگی جلوشو بگی سانت کنه گل میخوریم. نه نه یا دنبالم اسیر میشه گل من. بزن گل بعدیو. برو خونت. خدا حافظی کن. نه چیرک رو داشته باش. اوه شالن رو داشته باش. بزن دفش کن. وای بد شد. دف کن حکیمی. خاک تو سر دام دف ناقصت. بدبخ شدیم گل خوردیم. گفتم بگیر ای سگ تو روحت حکیمی ای قبر. 3-1 بازی میبریم. پس فقط میتونیم یک بازیکن اضافه بکنیم. پس دوباره رفتیم سراغ گردنه و فقط یک بار میتونستیم چرخونیمش. هافبک. پس دوباره بدون اجازه رفتیم توی ترکیب حریف و این بار امباپه رو دزدیدیم. اما یه چیزی یادش اومد. آجی من یه کاشتم گل نزدم. متوجه شد که یه دونه کاشته بیرون محوطه زده بود. پس توی چالش ها قرار داشت. یعنی گل پشت محوطه. پس یک بار دیگه گردونه رو چرخوند. نه دوباره هافبک. پس دوباره رفتیم توی ترکیب حریف و یه هافبک دیگه ازش دزدیدیم. پس تونی کروس واسه خودمون اضافه کردیم. پس این بار هم با دستان پر دیویژن بعدی و بازی بعدی میرویم. دیویژن 6 2900 خورده 200 هم قوی تره. این ترکیب ما تونی کروس 96 رو اضافه کردیم و ترکیب حریف. جان چه بازیکنایی. زیر 98 یارو دو تا فقط داره. 97. خیلی باید حواسمون به این بازی باشه. حریف بسیار قدره توی این بازی. چه وسطو بگیر. دفع کن. برو تو پاش ببینم. وای نستو نها کن. خیلی بد شد. نه خواهش میکنم. بابا این ساکا داره چی کار میکنه؟ بده مسی. یعنی ریدم تو خلال پدر درچه بکی میگم. خیلی بد داریم بازی میکنیم. این نمیذاره شوت کنم. شوت کن تونی کروسم بره توی چارچوب. به دروازه‌مون بده. ای اولا حاجی تنها یک شانس داریم که بتونیم یه دونه بازیکن اضافه بکنیم. اونم اینه که شوت از پشت محوطه کنیم گل بشه. بابا چجوری اون میرسه به توپ پای ما؟ خیلی داری بعد اصلا بازی میکنیم. اصلا داریم بد بازی میکنیم. من اصلا تمرکز ندارم روی این بازی. بازیکنای نوب اولاق. نگاه کن.
بازی رو به بدترین شکل باختیم و هیچ بازی کنی و نمیتونیم بدستیم. میلیون 7000 هیچ خداحافظیم هیچ بابا. یارو پیام گذاشت کامنت گذاشته چرا دیروز ویدیو ننداختی؟ یعنی چی؟ هرکی معریف عالی 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 گورت مون کنده است هیچ کارمون تمامه. شروع کنم ببینم انقدر بازی کناش قویان رونالدوی من خورد بهش داشت چیز میشه. یعنی بدترین موقع این بشر زنگ میزنه آقای حسام خان. جان ناموست بزن. بی ناموس. همچین گفتی کم داریم. جان چه گالی. برو آقا برو شما. ناموسن؟ توی درواز دو بر یک. خاک تو اون سرت یا حضرت عباس گلو نخوریم. وش اون بر ماپه تمام میکنه کار را. دو تا بازی کن عد میکنیم به خاطر گل بیرون محبته و بردی که به دست آوردیم. دو بار گردون را میچرخونیم. مهاجم بدون اجازه وارد ترکیب حریف شدیم و بهترین مهاجم که نداشتیم یعنی کل موانیو جاشو با اما پرواز کردیم. یه بار دیگه هم گرونه رو چرخونیم تا آخریش پیدا بشه و اون کسی نبود جز هافبک. این بار بهترین هافبکشون یعنی نیمار جونیور رو واسه خودمون دزدیدیم. این بار با دستانی کاملا پر رفت و بازیکنی که گرفتیم به سمت بازی آخر میرویم. حریف آخر وای دیویژن 5 2900. نه این ترکیب ما شده و ایشون و دروازه‌بانمون رو فقط ندزدیدیم و بعد ستا رو بدوزیم توی بازی آخر ترکیب حریف. دروازه‌بانشون ندارم. توی این بازی تنها امیدیم اینه که هم کلینشیت کنیم هم از بیرون محبته گل بزنیم هم بازی رو ببریم. خدا ورد داره اشرف حکیمی. وای تو چالش نمیدونم دیگه چی داشتیم. واقعا نمیدونم دیگه چی داشتیم تو چالش. برو نیمار ارسال کن. نیمار بزن. رونالدو توی دروازه است. رونالدو با سگ پدر چرا منو با دیویژن 5 آخه میندازی یزید؟ نه نمیذارم. شما بزن بیرون محوطه. بشود رونالدو توی دروازه کامبک میزنه. حاجی هتریک داریم. هتریک داریم یادم نبود. رونالدو یه گل دیگه بزنه هتریکه و یه بازیکن دیگه میتونیم بیاریم. بربر کلا نیمار بده بیرون. یه پاس دیگه رونالدو هتریک میکنه. یه بازیکن الان یه بازیکن تو تیم ردیف کنیم. اگر که ببریم بازیو میشه دو تا. ولی نه سوتا نزن تو رو خدا سوتا نزن. الان مسی برو بابا. سرعت مسی چرا اومد پایین؟ وای نه. اسم یارو یوتیوب چی؟ کیانیپ. یارو یوتیوبره. بلش کن. به دیویژن 5 رسیدیم. در آخر دو تا بازیکن تونستیم به ترکیب اضافه کنیم که به جای این دو تا بعد اضافه می‌کردیم ولی یکیشون میموند یعنی دروازه‌بان که اگر توی بازی اول دروازه‌بان من میآوردم چالش موفقیت‌آمیز می‌شد. یه ویدیو دیگه عین همین ویدیو هم ساختیم. اونم خیلی خفن شد. حتما اون ویدیو رو هم ببینید.